سلام سلام رفقای گل، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. رفقا توی این ویدیوی دیگه میخوام چند تا نکته بهتون یاد بدم که بازیتون رو خیلی روی بازیتون تاثیر میذاره و باعث میشه که فقط آموزشی این ویدیو و هیچ جنبه دیگه ای نداره. یه کاری میکنم که خیلی، یعنی دو سه لول بازیتون، سطح بازیتون بره بالا با این آموزشایی که دارم بهتون میگم. رفقا نگاه کنین، توی بازی همیشه باید بدونین چه موقعیتی شما بهترین بازی رو دارین. خب یه کسی هست، مثلا الان تفاوتایی رو که بهتون بگم، خب مثلا یه پلیری هست که خیلی فایت نزدیکش اوکیه، یه پلیر هم هست که فایت دورش خیلی اوکیه. خب مثلا الان نگاه کن، اینا همشون یا SMG ان یا شاتگان دستشونه، مشخصا نگاه داره بودو بودو میاد نزدیک من. خب معلومه این فایت نزدیکش خوبه. نگاه کن من الان اینجا سری میپیچم. یه چند تا نکته میخوام تو این بازی بهتون بگم. این بازی رو تا آخر ببینین، ویدیو رو حتما تا آخر ببینین. برای حمایت از ما حتما همین الان هم این ویدیو رو لایک کنین. بریم که ادامه آموزش رو بهتون بگم. نگاه کنین رفقا، من اونجا باش فایت ندادم، اینا اسکواد خیلی ترای هاردی هستن. نگاه کنین آخر زونم باشون 4-4 موندیم، یعنی خیلی. نگاه کنین ببینین چقدر چسب هم بازی میکنن. الان نگاه کنین های گرند گرفتن، یه چیزی که در رابطه با این اسکواد ها فقط یه چیزی شنیدن، های گرند بگیریم. آره های گرند رو ول نکن، های گرند رو ول نکنیم، وای های گرند مال ماست، اونا الان میمیرن. الان اونا فکرشون همینه دیگه، ولی یکم مغزشون کوچیکه. اسکوادی که 4 تا شاتگان برداشتن دیگه، های گرند به چه دردشون میخوره؟ 2000 نمیارزه اون های گرند. خب رایفل پلیر ندارن، شاتگان SMG ان. این نگاه کن، اینا همش طرز فکر بازیه. این ویدیو رو تا آخر نگاه کن، یه کاری میکنم بازیتون مثل بمب قوی بشه. نگاه کن خوبی این که توی یه اسکوادی که من همیشه میگم 4 تا شاتگان پلیر یعنی مرگ، نگاه کن اینا همشون SMG ان، همشون رو زدیم ترکوندیم. حالا جلوتر اینم یه اوپن لابی خارجیه که با 3 تا یار رندوم اومدم. خب حالا 3 تا نه، یکیشون یکی از دختره کلنه، یکی از دوستامونه، ولی با 2 تا یار رندوم، یعنی واقعا رندوم کینگ مهرشاد اومدیم اوپن لابی خارجی. میخوام یه چند تا نکته بهتون بگم رفقا، شاید زیاد توش گیر نزنم، ولی نکته ای که توی بازی و خودم هم خدایی میدین چیه، اینو جدیدن خیلی روش کار کردم و تونستم اینطوری بازی کنم. تنها کلاسی که میشه خیلی باهاش با فکر بازی کرد ولی یه بدی داره نینجا رفقا. نینجا بدیش اینه که توی اوپن شما رو به فنا میده. حالا دلیلایی که میخوام بهتون بگم و بهتون میگم که چطوری باید بازی کنین، که از اسکوادهایی که فقط یه چیزی شنیدن، خب یعنی هیچ چیزی از بازی نمیدونن، فقط میگن یه های گرند بگیریم، خب یه 4 تا نید بندازیم بچسبیم به هم، آره اینجوری بازی کنیم، اینا رو میخوام یادتون بدم که فرق اون اسکوادی که میدونه. حالا یه ویدیو هم در رابطه با های گرند گیری با رایفل براتون میذارم که متوجه بشین اصل این که یه های گرند بگیری و 4 تایی بچسبی به هم و بازی کنی چطوریه، نه اینکه بیای همینطوری یه دونه های گرند بگیری و 4 تا شاتگان برین بالای یه کوه وایسین از اون بالا پایین و نظاره گر باشین. حالا دقیقا جلوتر بهتون میگم یه اسکواد هستین الان توی بازی رفقا، اون کوه اون روبرو رو دارین میبینین، خب از اول بازی تا آخر بازی رو اون کوهن، یعنی اون کوه رو ول نمی کنن، یعنی فکر میکنن که آره الان وینریم و چسبیدیم به هم و آره وایسیم به این داشت مسعود چی کارشون میکنه فقط. بعد چارتایی میان و چارتایی سر تگو کمپ میکنن و وای اصلا یه وضعی. اگر اینجا کینگ مرشاده داره میگه یه نفر، یه نفر، نه چهار نفره، چهار نفره، اینجا یکی لزدی اشکال نداره. خب نگاه کنین سری سویچگان میرم تو فایت بعدی، نباید اصلا اجازه بدی. اگه فرصت میدادیم بهشون شاید میزدن همون. نگاه کنین ستان، یا خدا خدا، کینگ مرشاد میبینیم میزنه، ماشاءالله کینگ مرشاد. این کینگ مرشاده نمیدونست من کیم. وای به اون روزی که بفهمه دیگه منو پاره میکنه انقدر این وایتم میده. حالا نگاه کنین یه فایت دیگه هم برنده شدیم، هیچ کدوممونم چیز نشد، یعنی نرفت توی ریوایو یا چیزی، هممون اوکییم. خب یه شاتگان من بر نمیدارم، ولی اینو نگاه کن این گان جدیده رفقا، حالا دقت زیادی بهش نکردم ولی یه ویدیو حتما باش در رابطه باش و باش براتون میذارم. یکی از دوستان مکس لولش کرده، شاید باورتونم نشه ریجن اکانتش آمریکاست. فرض کنین چقدر پول خرج کرده اینو مکس کرده. یکی از دوستان مکس لولش کرده، ازش میگیرم باش براتون یه ویدیو میذارم، خیلی کیل افکتای خیلی خفنی داره، یعنی پشماتون میریزه.
خب حالا نگاه کنین، رسیدیم به اون نقطه‌ای که میخواستم بهتون بگم. خیلی وقت بود یه ویدیو در رابطه با همین نوب و پرو شدن براتون نذاشته بودم. الان داریم میریم به همون قله‌ای که اونها ولش نمی‌کنن، سرش نشستن نمیان پایین. خدایی واقعا نمیدونم از بازی چی یاد گرفتن اینا. نگاه کنین، 4 نفر 4 تا گشنه اون بالا. نگاه کنین 4 تا گشنه به معنای واقعی. نگاه کنین، خب یه نیت کرد، 2 تا یارم رفتن. نگاه کنین 4 تایی دارن میان. نگاه کنین، یا ابوالفز یکی بیاد برو برو واین سلام سب برو. خب یارم هم زدن. نگاه کنین الان توی این بازی من حدودا نمیدونم خیلی تک میمونم. مثلا تو روم ببینین این بازی من چطوری جمع میکنم. یه مقداری یه سری نکات رو الان میخوام اینجا بهتون بگم. 1 در رابطه با M13، 2 در رابطه با نینجا، 3 در رابطه با این که چه موقعی باید فایت بدین، چه موقعی و کجا باید چطوری فایت بدین. الان نگاه کنین من توی این بازی تک موندم، الان اونا سر تک وایسادن. اصلا یه وضع وحشتناکی. نگاه کنین من الان میگم برم تگاشون رو یه جوری بردارم، نینجا هم هستم دیگه. الان دقیقا بهتون میگم رفقا، یه نکته که در رابطه با این M13 هست، خب الان خیلی از پلیرها مخصوصا آیپد پلیرها، خب اونایی که رایفل میزنن مخصوصا اونا خیلی خطگیرن و خیلی ثابت وای میسن، یعنی موومنت خاصی ندارن، خب دقت تیرشون بالاست و خیلی خطیه و موومنت خاصه. اینجا منو دیدن، نگاه کنین فقط ببینین چیکار میکنن. خدا وکیل بابا تگا رفت دیگه، بی خیال هست اونجا هست، یه تو اصری اخبندان بود، میگم اینجا ارث پدرمه، من اینو ول نمیکنم. واقعا اینا از اونان، بابا بیاین پایین دیگه، زون الان میاد، اصلا تو زون میمیرین. اینا به هیچ قیمتی حاضر نیستن های گرند رو ول کنن. فقط هم نگاه کنین، آخه گاناشون هم گانی نیست که های گرند بگیرن باش. حالا دقت کنین ببینین من اینا رو چجوری میزنم. اینجا یه صدا تیر دارم، میرم اینجا یه دونه راش میدم، همینجوری این یه نفر رو گیر میارم، اینو اینجا میزنم. ولی بعد نگاه کنین چطوری برمیگردم اونا رو میزنم. خیلی نکته جالبی رفقا، وقتی های گرند میگیرین، خب الان 99% پلیرها یا شاتگان برمیدارن، خب یا SMG های خیلی زیادی برمیدارن. میدونی چیه میخوام بگم؟ نامیدتون نمیخوام نامید بشین، یعنی اینی که اکثرن، یعنی همه تون، خب من میدونم خیلی هاتون شاتگان برمیدارن، من خودم هم همیشه میگم من دیگه شاتگان برنمیدارم، ولی شاتگان بازم برمیدارم. رفقا صفحه‌ای که ما داریم توش موبایل بازی میکنیم خیلی کوچیکه. تو الان اینو به هر آیپد پلیری هم بگی بهت میگه آره درسته، یعنی واقعا خیلی اختلاف زیادیه بین اون آیپد پلیرها. شما ویدیوهای این آیپد پلیرها رو میبینین که دارن شاتگان میزنن، شما به هیچ وجه نمیتونین مثل اونا شاتگان بزنین روی موبایل 6 اینچی با 3 انگشت با 4 انگشت. خب هر کی بزنه خیلی بازیش خوبه، این واقعا یکی از اون پلیرهای خوبه، هر کی که بتونه مثلا یه آیپد پلیر رو تو دوئل شاتگان بزنه، چون خیلی برتری داره. نگاه کنین یه نکته که در رابطه با نینجا و کلاسش بهتون میخوام بگم و این گان M13، اینی که رفقا نگاه کنین من ایممو گذاشتم روش ولی نمیزنم. چرا؟ چون اولا نمیخوام بفهمه من کجام، دوم من میخوام یک ثانیه وقتی که وایساده تیرمو قفل کنم روش. الان نگاه کنین چه بلایی سر اون اسکوادی که های گرند گرفته و شاتگان پلیرن و فایتن همشون SMG هن، چه بلایی سرشون میاد. زون آخر بعد نگاه کن فنک اچ اس اشکیم اون حالا با این بازی حال کردم که الان اگه زوم کش نشی با این بازی برو چانه محتم. حالا نگاه کنین اینجا یکی از این هم تیمی من که با امونه، خب خیلی جالبه و داره میگه که آره این هم تیمی من داره میگه داهوش بیا دست بعدی ناموسم با بازیت حال کردم. حالا نمیدونه من کیم، ولی خب از اینا بگذریم رفقا. واقعا این بازی خب خیلی نکات داره که سعی میکنم توی ویدیوهای دیگه در رابطه با این که حالا من ترفند این که بخوای چطوری بازی کنی و نکاتی که انجام ندی در زمانی که های گرند گرفتی و بهتون یاد دادم. خب ولی یه نکاتی هم هست که باید اون یعنی هایگرند گرفتن و اینا هم بهتون یه آموزش میذارم و براتون حتما ویدیوش میکنم که بهتون بگم نحوه درست هایگرند گرفتن و بازی کردن چطوریه. خب رفقا امیدوارم این ویدیو لذت برده باشین. اگه چنل ما رو ساب ندارین حتما ساب کنین، برای حمایت از ما حتما این ویدیو رو لایک کنین، دوتا کامنت انگلیسی خوشگل بندازین زیر پست که ساباتونم نپره. خیلی دوستتون دارم. کوچیکیم کوچیکی کوچیکی نام و سودپانیشر تا درود دیگه. That's true.